ویرایش متن اسلاید ها. پس از اینکه یک متنی رو در یک اسلاید تایپ کردیم، میبایست اون رو ویرایش کنیم. این تغییرات ممکنه شامل یه سری تغییرات جزئی مانند ویرایش عبارات به کار رفته در متن اسلاید ها، یا کپی کردن، کات کردن و حذف کردن یک یا چند جمله باشه. برای انتخاب عبارات متنی و اشیای درون یک اسلاید میتونیم از روش های زیر استفاده کنیم. من روی مرکز آموزش های الکترونیکی رضوان کلیک چپ میکنم، کادرش برای ما ظاهر بشه. برای اینکه یک کلمه مثل مرکز رو انتخاب کنیم، کافیه دو بار اینجا روی مرکز کلیک چپ کنیم. ببینید با دو بار کلیک چپ کردن تونستیم اون رو انتخاب کنیم. من در این قسمتی از این کاد کلیک چپ. برای اینکه بتونیم مرکز آموزش های الکترونیکی رو انتخاب کنیم، میتونیم ابتدای مرکز کلیک چپ کنیم و کلیک چپ رو پایین نگه داریم و به سمت الکترونیکی حرکت کنیم. تونستیم در واقع سه کلمه رو انتخاب کنیم. باز در این قسمت اینجا کلیک چپ میکنم. برای اینکه یک پاراگراف رو انتخاب کنیم، روی یک کلمه سه بار کلیک چپ میکنیم. ببینید من روی مرکز سه بار کلیک چپ میکنم، یک بار، دو بار، سه بار. با سه بار تونستم کل اون پاراگراف انتخاب کنم. یه زمانی هست میخواید تمام متن داخل کادر نگهدارنده رو انتخاب کنید که شامل چند پاراگراف هست، از کلید ترکیبی کنترل و ای استفاده میکنیم. میتونیم چند پاراگراف رو انتخاب کنیم. در این قسمت اینجا کلیک چپ میکنم. اگر بخوایم یک شی رو درون یک اسلاید انتخاب کنیم، کافیه روش کلیک چپ کنیم. اگر بخوایم چند شی رو داخل یک اسلاید انتخاب کنیم، میبایست ابتدا یک شی رو با کلیک چپ کردن انتخاب کنیم و سپس کلید شیفت از صفحه کلید رو پایین نگه داریم و سایر اشیا رو انتخاب کنیم. و اگر بخوایم کل اشیا رو انتخاب کنیم، میبایست در یک نقطه خالی از اسلاید کلیک چپ کرده و تمام اون اشیا رو با استفاده از کلید ترکیبی کنترل به علاوه A انتخاب کنیم. چطور میتونیم این مرکز رو اینجا که من اومدم با دو بار کلیک چپ انتخابش کردم در این کادر پایین قرار بدیم؟ ببینید میای مرکز رو انتخاب میکنیم، روش کلیک راست میکنیم. اینجا میتونیم از فرمان کپی استفاده کنیم یا از این قسمت سربرگ هم. اینجا در سربرگ هم میتونیم از کلیپ بورد اینجا فرمان کپی نیز استفاده. پس با دو بار کلیک چپ کردن این انتخاب میشه. کلید کنترل C روش کلیک راست کنیم، از کپی استفاده کنیم، یا اینجا روی کپی در سربرگ هم گروه کلیپ بورد کلیک چپ کنیم. حالا من میام جا روی آموزش رایگان، اینجا بین آموزش و رایگان میخوام مرکز رو قرار بدم، یه اسپیس میذارم، کلید ترکیبی کنترل V یا پیس، یا اینجا میتونیم در واقع کلیک راست کنیم روی پیست آپشن اینجا کلیک کنیم. یه سری گزینه ها اینجا وجود داره. Use Destination Theme میاد بر اساس فرمت مقصد، دستینیشن مقصد، این کپی رو پیست رو انجام میده. Keep Source Formatting در واقع فرمت اصلی رو حفظ میکنه. Picture در قالب یک پیکچر برای ما میاد این رو اینجا قرار میده. Keep Text Only که بدون هیچ فرمتی میاد اون رو برای ما اینجا قرار میده. من میام در واقع از پیست حالت use destination theme استفاده میکنم که اون الگوی مقصد رو حفظ کنه و روش کلیک چپ میکنم. پس ببینید تونستیم یه متنی رو از اینجا کپی کنیم و بیایم اینجا پیست کنیم. کلید ترکیبی پیست کنترل V. یه زمانی هست من میخوام مرکز رو از اینجا، این مرکز رو با دوبار کلیک چپ انتخاب کنم و از اینجا برش دارم. میتونیم بیایم روی کات کلیک چپ کنیم، کلید ترکیبی اون کنترل به علاوه X، یا میتونیم در سربرگ هم روی فرمان کاد در کلیپ بورد گروه کلیپ بورد کلیک چپ کنیم. من اینجا در این نوار منوی میان بورد روی کاد کلیک چپ میکنم و در این قسمت پایین کلیک چپ میکنم، روی انسرت کلیک چپ، تکست باکس کلیک چپ، و میام اینجا برای خودم یک کادی رو ظاهر میکنم و در این قسمت میام کلیک راست میکنم و پیست. ببینید در واقع در یک تکست باکس دیگه اومدم مرکز رو اینجا گذاشتم. چطور ما میتونیم این مرکز رو اصلا کلن حذف کنیم؟ کافیه دو بار روش کلیک چپ کنیم، کلیک راست کنیم و میتونیم دلت کنیم. با دو بار کلیک چپ کردن روی مرکز و فشردن کلید دلت از صفحه کلید، میتونیم اون رو پاک کنیم و در یه نقطه ای از این اسلاید کلیک چپ میکنیم. چطور میتونیم این مرکزی رو که پاک کردیم این رو اصطلاحاً ناحیه ویرایش برگشت بدیم؟ در نوار ابزار دسترسی سریع روی آندو اینجا کلیک چپ میکنیم، اینو ملاحظه کنید، روی آندو
من اگر کلیک چپ کنم میتونم فرمان رو برگردونم، و یا اگر روی ردو اینجا کلیک چپ کنم عکس عملیات آندو رو انجام بدیم، مرکزی که پاک کرده بودم دوباره اینو ردو کرد. پس با آندو میتونم مرکز پاک شده رو برگردونم و با ردو میتونم عکس عملیات آندو رو انجام بدم. در قسمتی از این لایه اسلاید کلیک چپ میکنم.